آیا شرکت گوشت آلمانی از پناهندگان اوکراین سوء استفاده می کند؟ سال گذشته 20 جنگ در جهان رخ داده است. اعتصاب پزشکای 460 بیمارستان در آلمان. هامبورگ به عنوان کانون کرونا اعلام شد. اتهام قتل کودک 20 ماه توسط مادر. شرکت گوشت تونس آلمان اعلامیه‌هایی را برای جذب در مرز لهستان اوکراین پخش می‌کند. این شرکت از بین پناهندگان اوکراینی که بیشتر زن هستند با پیشنهاد حقوق 11 یورو در ساعت کارگر جذب می‌کند. به گفته تاکس شاو این شرکت اتوبوس‌هایی را به مرز لهستان می‌فرستد که متقاضیان را به آلمان منتقل کند و آن را در آلمان اسکان دهد. یکی از این پناهندگان در مصاحبه با ARD می‌گوید پناهندگان اوکراینی در شرایط اضطراری قرار دارند و شرایط استخدام را درک نمی‌کنند. این مسئله در آلمان بسیار خبرساز شده و انتقادهای زیادی را برانگیخته است. سال گذشته 20 جنگ در جهان رخ داده است. مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی هایدلبرگ سال گذشته 355 درگیری شدید را در جهان ثبت کرده است. این مؤسسه روز جمعه در گزارش خود اعلام کرد که 204 مورد از این درگیری‌ها همراه با خشونت و 151 مورد بدون خشونت بودند. جهان در سال 2021 شاهد 20 جنگ بوده که 16 مورد آن در آفریقا رخ داده است. به گزارش روزنامه میکاتزین هیچ درگیری شدید و خشونتباری در اروپا رخ نداده است. هر سال 200 پژوهشگر از سراسر جهان به بررسی جنگ‌ها و خشونت‌های جهانی می‌پردازند. اعتصاب پزشکای 460 بیمارستان در آلمان. روز پنجشنبه پزشکای 460 بیمارستان بخش‌های ایالت‌های مختلف آلمان دست به اعتصاب زدند. اتحادیه پزشکای ماربورگر بوند گزارش می‌دهد که چندین هزار پزشک در این اعتصاب‌ها شرکت کردند. به گفته تاکس شاو آنها از بخش‌های مختلف ایالت‌ها به فرانکفورت ام ماین آمده و در آنجا تجمع اعتراضی خود را تشکیل دادند. در این بیمارستان‌ها تنها بخش اورژانس امروز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دلیل اعتصاب آنها شرایط کاری بد است که باعث شده تصمیم به ترک کلینیک‌ها بگیرند. آنها حاضر شدند از حقوق خود صرف نظر کنند تا تنها یک روز تعطیل در کنار خانواده‌هایشان داشته باشند. هامبورگ به عنوان کانون کرونا اعلام شد. مجلس سنای ایالت هامبورگ این شهر را به عنوان یک کانون شیوع کرونا اعلام کرد. بر اساس این تصمیم الزامات پوشیدن ماسک در داخل فروشگاه‌ها، خرده فروشی‌ها، کلینیک‌ها، خانه‌های سالمندان، اتوبوس و قطارها در هامبورگ تا 4 هفته آینده همچنان باقی است. به گزارش NDR این طرح با 79 رأی مثبت و 19 رأی مخالف به تصویب رسید. به گفته ملانی لئونهارد سناتور اجتماعی هامبورگ تعداد بیماران بیمارستانی طی 2 هفته 70% افزایش یافته است. همچنین مرخصی استعلاجی در بین کارکنان کلینیک ها در حال افزایش است و گفت ماکرون به این تمدید نیاز داریم. به گفته مجلس سنا این مقررات باید از روز شنبه 2 آپریل اجرایی شود. اتهام قتل کودک 20 ماه توسط مادر. کودکی 20 ماهه در هوهنشنهاوزن قرص پلامیدونی را میبلعد که از دست مادرش روی زمین افتاده بود. این کودک پس از 4 ساعت جان داد. به گفته روزنامه بریلینر سایتونیک مادر در این 4 ساعت به دکتر مراجعه کرده اما صرفاً برای خودش نه برای کودک یا درخواست کمک. شاهد روادید میگوید وقتی کودک را سرد و رنگ پریده دیدم تلاش کردم با تنفس دهان به دهان او را نجات دهم. مادرش هیچ واکنشی نشان نمیداد، حتی گریه نمیکرد. دوست پسر مادر میخواست کودک را به بیمارستان ببرد اما مادر امتناع ورزید. دادگاه حکم قتل را در صورتی صادر میکند که ثابت شود مادر عمدن کودکش را نجات نداده است. با وجودی که شواهد اتهام به قتل عمد قوی است اما مادر یک روز هم در زندان نبوده است. از اینکه ما را در این ویدیو همراهی کردید جهانی سپاس. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید، گزینه زنگوله را فشار دهید و لایک زیر این پست را فراموش نکنید.